خب یه کلیر بزنم ما الان یه ایمیج هلو رو از تو اینترنت دانلود کردیم حالا ما میخوایم خودمون یه دونه ایمیج بسازیم و با ساختار ایمیج های داکر اینجوری شما بیشتر میتونید آشنا بشین من دو تا فایل اینجا براتون ساختم داکر فایل و داکر فایل دو یه فایل دات ور هم از توی اینترنت دانلود کردم خب میخوایم برای اونایی که دیوابس کارن جنکینز رو راه اندازی بکنیم برای اونایی که دیولوپرن دو تا آپشن اضافه تر داریم یه آپاچی سرور میاریم یه صفحه HTML توش و با استفاده از این جاواداکه میریم یه دونه ایمیج رو با استفاده از بیلد تولز میون میسازیم دیولوپر ها احتمالا میدونن بیلد تولز چیه اینا همه بدونین توی محیط پرودکشن تو محیط واقعی به دردتون میخوره یعنی اینا یه حالت مثلا همون هلو ورده نیستش که یه چیزی فقط اجرا کنیم از این ابزارها دیگه تا همیشه احتمالا استفاده میکنیم بریم اول داکر فایل رو با هم ببینیم داکر فایل یک فایل تکست ساده است اسمشم هم داکر فایل توی این فایل تکست ما یه سری ببینید دستورات رو خط به خط می نویسیم این دستورات برای اینکه از روی این داکر فایل یه ایمیج ساخته بشه خط به خط اجرا میشن ما الان ایمیج نداریم از روی این داکر فایل میخوام یه ایمیج بسازیم کلمات کلیدی که با حروف بزرگ نوشته شده اینا کلماتی یعنی هستند که برای خود در واقع داکر هستن کلماتی که امکان رو داکر به ما داده که با این کلمات بتونیم کارهای مختلف انجام بدیم اولی from from Ubuntu latest from بیس ایمیج ما رو مشخص میکنه یعنی اصلا این داکر فایل میخواد از روش ایمیج ساخته بشه این ایمیجه بیس بیسش چی باشه یه چیزی رو باید پول بکنه از تو اینترنت اون رو به عنوان بیس بذاره بقیه دستورات اون تو اجرا بکنه همه اینا که تا انجام شد یه دونه ایمیج به ما تحویل بیس ما یه اوبونتو میتونی هر چیزی اینجا باشه میتونه جی باشه میتونه ایمیج انجینیکس باشه میتونه هر ایمیجی که شما توی داکر یا هر جای دیگه میبینید اینجا به عنوان ایمیج بیستون میتونید ازش استفاده کنید اصطلاحا میخواین اون ایمیج رو گفتم ایمیج یه چیز ریدانلی مثل اون کتاب آموزش آشپزیه حالا شما میخواین این ایمیج رو تغییر بدین نمیتونین ولی میتونین این ایمیج رو یه سری اطلاعات کنارش اضافه بکنین این مجموعه رو بکنید یه ایمیج جدید ما اینجا با فرام یه ایمیجی که الان تو اینترنت حسور ایرانلیا ایران رو میگیریم با استفاده از این یه دونه ایمیج جدید میسازیم اون دسته خورده سر تو تاپ میمونه یه ایمیج جدید تحویل ما میشه که اون دیگه ایمیج ماست با نامی که ما مشخص میکنیم اینجا من اوبونتو رو انتخاب کردم یه دونه لینوکس اوبونتو خیلی سبک با حجم پایین رو که اپتیمایز شده برای بحث کانتینرایزیشن از تو اینترنت پول میکنه برای من میاد کلمه کلیدی بعدی مینتینر مينت... مینتینر یه دستور حالت م... متادیتا هست بعدا یکی باز کردش بدونه که کی اومده این داکری میجو ساخته محمد مهد دستور ران چیه؟ همون کامندی که تو لینوکس شما می نویسید جلوی این دستور ران بنویسید کامند لینوکسی اجرا میشه اپت گت اپدیت اینستال اپت کلین اکو دستوراتی که دستورات لینوکسی عادیه اینا رو میخواید اجرا بکنید توی جلوی ران مینویسید اکسپوز چیه؟ ما این ایمیجمون ساخته شد من اینجا یه دونه سرور آپاچی دارم نصب میکنم این وب سرور از داخل کانتینر باید به بیرون ارتباط بگیره اگه من پورتی رو اینجا اکسپوز نکنم نمیتونه به بیرون ارتباط بگیره یعنی من اگه این اکسپوز رو الان دیلیتش بکنم این داکر ایمیج ساخته میشه ولی هیچ کس از بیرون این کانتینر نمیتونه به داخل این کانتینر وصل بشه و اطلاعات توش رو ببینه که جلوتر با هم میبینیم یه دونه کلمه ای کلیدی به اسم کامند هم داریم کلمه ای کلیدی کامند چیه میگه ایمیج رو تو ساختی اوکی هر وقت یک که خاص کانتینر از روی ایمیج بسازه این دستور اجرا باشه. پس با CMD ما میگیم که زمانی که یه نفر خواست یه کانتینر بسازه دستور CMD اجرا بشه همون هلو وردی که دانلود کردیم دیدین اونم یه CMD داره وقتی ما آمدیم دا زدیم داکر ران هلو ران رانو که زدیم این CMD اجرا میشه همه اینا رو الان میبینید و بیشتر درک میکنید پس من میخوام از روی این داکر فایل یه ایمیج بسازم اول میره پول میکنه اوبانتو از تو اینترنت یه متا دیتا محمد مهرابی به عنوان مینترنای توش ثبت میکنه اوبونتو رو که گرفت توی اون اوبونتو دستور اپدیت آپدیت رو ایجاد میکنه ریپازیتوری اوبونتو آپدیت میشه آپاچی تو رو نصب میکنه اپدیت کلین رو انجام میده که فایله اضافی که دیگه بهش نیاز نیست کلین بشه ایمیجمون سبک بشه این کلین رو میتونید نذارید ولی ساخت یک ایمیج بهینه با حجم کم اون در واقع هنر شما رو نشون میده که جلوتر به اسپرکتیس های رو میگم یکیش همینه کارتون که تموم شد و محیط چیزایی که نیاز دارن رو پاک بکنید که این ایمیج حجمش کم بشه بعد میاد دستور اکو هلو ورد رو اجرا میکنه ریدایرکتش میکنه خروجیش رو به فایل ایندکس داشت ای 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 توی مسیر ور www کسایی که با آپاچی کار کردن میدونن سرور آپاچی که اجرا میشه میره از تو مسیر ور www فایل html رو در واقع میگیره و به ما نشون میده بعدش پورت 80 رو اکسپوز میکنه ما با آپاچیه چجوری میخوایم ارتباط بگیریم با پورت 80 هر وقت هم تک کانتینر رو کردیم این دستور اجرا میشه میره از مسیر یوزر اسپین آپاچی تو سی با فلگ دشتی و پارامتر فورگراند آپاچی رو رام میکنه اینو بریم با هم ببینیم دستوری که الان یاد میگیرید دستور داکر بیلد اگه مثل داکر بیلد یه نقطه بذارید توی همون مسیری که هستید مسیر ما کجاست پی دبلیو مسیر روت تو هم مسیر نگاه میکنه فایلی به اسم داکر فایل باشه از رو اون میره یه دونه داکر ایمیج پس دستور داکر بیل نقطه میاد بیلد میکنه از توی مسیری که همین الان توش هستیم میگرده دنبال یه داکر فایل از روی اون ایمیج میسازه حالا اگه میخواین اسمش رو تغییر بدین اسم اون داکر فایل یه چیز دیگه یه توی مسیر دیگه باشه یه دش اف میذارید اسم و مسیر اون فایل میذارید اگه نذارید تو همون مسیری که الان هستیم یعنی این پی زدم دیگه روت نگاه میکنه از داکر فایل استفاده بکنی اسمی بهش اختصاص نمیده ببینید. الان بیلدو رو انجام داد ببینی دستور اپتی که تو اجرا کرد هلو رو داخل این فایل HTML گذاشت فرام هم که رفتش از این ایمیج استفاده کرد که این ایمیج رو به عنوان بیس ایمیجش قرار اگه الان بزنیم داکر ایمیج یه ایمیج جدید ساخته شده اسم نداره تگی نداره ولی آیدی دار اینو حالا میخوام پاکش کنم چجوری یه ایمیج رو پاک میکنیم؟ ایمیج در صورتی میشه پاکش کرد که از روش کانتینری ساخته نشده باشه اگه شما کانتینری از روی یه ایمیج ساختید اول کانتینر رو پاک کنید الان چون از ایمیج ما استفاده نکردیم راحت میتونیم با دستور داکر ایمیج آر ایم حواستون باشه ایمیجز نیست مثل این ایمیج خالی RM ID آیدی اون ایمیج ایمیج پاک شد ببینید ایمیج دیگه ایمیج نیست میام دوباره بیلد میکنم این دفعه میخوام اسم بهش بدم تگ بهش بدم یه دونه دشتی اینجا میذارم اسم ایمیج اون چی میذارم اسم ایمیج هم میذارم آپاچی یه تگم بهش میدم یه نسخه بهش میدم مثلا یک صف حالا داکر نیت نا آپاچی نسخه یک صفر صفر ساخته شدهش. پس من تونستم از روی این داکر فایل یه دونه داکر ایمیج بسازم و نیم و نام و تگم موقع ساخت بهش بدم این ایمیج حالا میخوایم رانش بکنیم ران کردن این ایمیج رو با هم ببینیم و بعدش بریم سراغ یه داکر فایل دیگه ایمیج رو چجوری رانش میکنم داکر ران درسته چیزی که قبلا دیدیم اسم ایمیج رو باید بذارم آپاچی دو نقطه تگ ایمیج رو باید بذارم تا اینجا اوکی اگه من این رو بزنم چه اتفاقی میفته لاگش رو برامون انداخت و همینجا وایسات در واقع اتج شد به لاگ این کانتینر آپاچه دیگه ما کاری نمیتونیم بکنیم کیتش میکنم این رو میبند تو همون سروریم الان دوباره داکر ایمیجز ایمیجمون سر حالا با دستور داکر PS میتونیم کانتینر هایی که در حال اجرا هستن رو به دستور داکر PS کانتینر هایی که در حال اجرا رو به ما نشون میده یه کانتینر آیدی آیدی اختصاصی بهش داده اسم ایمیج تگ ایمیج که خودمون گذاشتیم کامندی که گذاشتیم اون سی ام دیه. کامندی که در لحظه اجرا اجرا شدهش چند ثانیه پیش یا چند دقیقه پیش این ساخته شده کی ران شده این کانتینر که ساخته شده چه پورتی در واقع اکسپوز شد اون پورتی که داخل گذاشته بودیم پورتو ببینین الان اینجا اکسپوزش کردش یه اسمم هم همینجوری اسم رندوم اختصاص داده بش خب ما ران رو که زدیم دیدیم اتت شدش و لاگو نشون دادش من با دستور داکر استاپ آیدی کانتینر یا نام کانتینر کانتینرمو استاپش میکنم حالا به دستور داکر در واقع پی استاپ شد به دستور داکر پی ایس ببینید کانتینر دیگه نیستش میتونیم لیست کانتینر هایی که قبلا اجرا شدن ولی الان استاب شدن رو ببینیم چه جوری ps a ببینید هلو وردی که اجرا کرده بودیم و استاب شده بود یه روبه پیش آپاچی که استارت کردیم و استاپش کردیم الان اینا کانتینرهایی که دیگه ران نیستن ولی همچنان وجود دارن میتونیم سریع رانشون کنیم چه جوری داکر ران داکر استارت با استارت من میتونم کانتینر آیدی رو بهش بدم دوباره اجراش کنم داکر پی اس ببینیم اومدش پس دستور بعدی که الان یاد گرفتین داکر استارت با داکر استاپ کانتینر رو استاپ کردیم با داکر استارت کانتینر رو دوباره استارتش کردیم من میرم دوباره این کانتینر رو استاپش میکنم ممکن استاپ شدن یک کانتینر یکم زبان ببره بسته به اینه که کانتینری که دارین استفاده میکنیم موقع استاب چه اتفاقی براش بیفته خب کانتینره رو ایمیجش رو میخوام دیلیت بکنم ببینیم میذاره یا نه داکر ایمیج کانتینر از روی ایمیج آپاچی ساخته بودم دیگه داکر ایمیج آر اجازه نمیده میگه کانتینری وجود داره درسته استاب شده ولی کانتینره هنوز هست تا کانتینر پاک نشه شما ایمیجش رو نمیتونیم پاک کنیم داکر, داکر. ایمیج داکر آر ام اگه داکر آر ام خالی بزنید میتونید کانتینر رو باش پاک بکنید آیدی کانتینر چی بود این بود کانتینرم پاک شد حالا آر ام رو بزنم ایمیجش پاک میشه الان دیگه ایمیج آپاچه من وجود نداره داکر ناش پاک شد داکر پی a کانتینر هم پاک شده یه کلیر اینجا بزنیم خب تونستیم آپاچی رو رام بکنیم و پورت اکسپوز شده هشتاد رو دیدیم الان میخوایم ببینیم که آیا من از سیستم خودم میتونم اون آپاچی رو ببینم یا, یا به هدف نهایی یعنی اون صفحه HTML برسم صفحه HTML رو میتونم ببینم اولین کاری که میکنم دوباره داکر بیلد گل دشتی آپاچی دو نقطه مثلا الان نسخه جدیدی چون میخوام بذارم یک صف یک اینو میسازه برام داکر ران قبلش ببینیم آیدی ایمیجمون چیه داکر ران آیدی ایمیج خب دو تا کار میخوام بکنم یکی این که پورتی که توی کانتینر هست به پورتید بیرون کانتینر یعنی سیستم خودم متصل بکنم که بتونم سیستم خودم ببینمش یکی هم اینکه دیگه نمیخوام رام میکنم لاگو ببینم اگه نمیخوای لاگو ببینید از فلگ دشتی رو بذاری یعنی دیتچت اون اتچ بود این دیتچه دشتی که بزنی رام میکنه کانتینر رو ولی اینجا لاگش رو نمیده شما میتونه به کارهات ادامه بدی لاگو بری بعدا نگاه کنی دشتی وقتی دشتی بزنیم پس دیتچ میشه حالا بریم ببینیم چه جوری میتونیم به اون پورت متصل بشیم اصلا اتصال به پورت منظورمون چی ببینیم ما یه ایمیجی ساختیم ایمیج بیس ایمیجش اوبوندو بود رفت آباچی رو دانلود و نصب کرد توی مسیر ور www شیفایل html بعد استفاده از دستور اکو کپی کرد پورت 80 رو اکسپوز کرد خب این پورت 80 یعنی ما میتونیم 80 این کانتینر رو از کانتینر به بیرون اکسپوزش کنیم ولی هنوز از بیرون نمیتونیم ببینیمش من یه پورتم تو سیستم خودم باید اختصاص بدم که این پورت وصل بشه به این پورت اصطلاحا هم مپ بشن این دوتا پورت به هم اون پورت هشتاد توی در واقع انجین داکر وجود داره توی اون در واقع دیمان داکر دیمن داکر وجود داره اون باید مپ بشه به یه پورتی رو لوکال سیستم من که من بتونم این رو از روی لوکال سیستمم یا از بیرون ببینم یه پورتی هر پورتی که دوست دارید هشتاد 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 یک اصلا هشت یه پورت رو از سیستم خودتون باید بهش مپ بکنید اگه مپ نکنیم چه اتفاقی میفته من الان مپش نمی کنم دیگه رو میزنم این رانش دی. رانش شد ببین فقط آیدی کانتینر رو برای ما نوشت لاگی برای ما ناید. اگه داکر پی رو زنم میبینم اجرا شده رو چه پورتی اکسپوز شده رو پورت هشتاد چیزی برای من باز نمیکنه. چون پورت مپ نشده این بر چیزی به اون پورت داکر استاپ کانتینر رو استاپش میکنم هنوز استاپ نشده خب دوباره دستوی داکر رانمو میارم این بار یه دونه فلگه دیگه میذارم دش پی پورت سمت چپ پورت سیستم ما سمت راست پورتیه که کانتینر اکسپوز کرده مثلا هشت هزار دو نقطه کانتینر چی اکسپوز کرده بود هشتاد پورت هشتاد کانتینر رو وصل میکنه به هشت هزار سیستم من حالا بریم ببینیم که پورت هشت هزار ما چی نشون میده؟ به جای 80 100 268 دی 22 سی م 100 نقطه 8000 اینو بیاریم در نقطه 8000 اینو آدرس رو حالا ببینید صفحه آپاچی رو آورد و متصل شدهش شد. یه داکر فایل ساده ساختیم آپاچی رو توش ران کردیم. تو قسمت بعدی بست پرکتیس های یه داکر فایل خوب بهتون میگم یه جنکینز یعنی یه اپ سنگین تر رو هم با هم اجرا میکنیم داکر فایلش داکر فایلی رو میسازیم که جنکینز رو برامون رام بکنه